برای بررسی دیگر جنبه های نشست خبری روز گذشته ابراهیم رئیسی احسان مهرابی روزامنگار از برلین آلمان همراه ماست آقای مهرابی پیشتر ما پرداختیم مفصل در مورد صحبت های آقای رئیسی پیرامون اعدام های سال 67 اما مهمترین نکاتی که آقای رئیسی غیر از این مسئله در مصاحبه خودش مطرح کرد چه بود و سخنان او در این مصاحبه چه تفاوتی با سخنانش در جریان انتخابات ریاست جمهوری داشت؟ هرچند برگزار کنندگان جلسه تلاش میکردند که آقای رئیسی را به نوعی دکتر خطاب بکنند و در برابر آیت الله یک چهره جدیدی از او ارائه بدن اما صحبت های آقای رئیسی دقیقا همون واجه هایی بود که در مناظره های انتخابات تکرار کرد که بیش از چند واژه هم نبود که محور کلیدی اون هم مبارزه با فساد و ارتباط با مردم بود آقای رئیسی اولین رئیس جمهور در ایران هست که برخلاف رؤسای جمهور گذشته چندان فرد سخنوری نبوده و قاعدتا سخنرانی ها یا نشست های مطبوعاتیش هم بر همون مبنا خواهد بود مانند مناظره انتخابات هم آقای رئیسی هیچ چشمنداز مشخصی از برنامه های دولت خودش ارائه نکرد و تنها بر یک سری از کلمات تاکید کرد و یک سری وعده های کلی داد برای همین عملا میشه گفت که این مصاحبه مطبوعاتی هیچ چشماندازی از وضعیت دولت آقای رئیسی را مشخص نمیکنه و باید منتظر عمل او بود و به هر نمیشه هیچ برداشت کرد که از, از این سخنان هیچ نمیشه برداشت کرد که قرار از چه اتفاقی بیفته سخنان آقای رئیسی درباره سیاست خارجی چه نکاتی داشت و چه چشمدازی رو نشون میده شاید تنها نکته سریع در سخنان آقای رئیسی این بود که اعلام کرد با رئیس جمهور آمریکا هیچ دیداری نخواهد داشت و به حال این برخلاف رویه دولت‌های گذشته بود که به نوعی تلاش می‌کردند این موضوع رو در ابهام نگه دارن یا به نوعی وانمود بکنن که اونها تمایل دارن با رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنن اما موانع دیگری وجود داره درباره برجام هم آقای رئیسی مانند مناظره ها به نوعی اعلام کرد که با برجام موافق هست و مخالف این هست که مذاکرات فرسایشی بشه شاید به این دلیل که او دوست داره قبل از اینکه دولتش به صورت رسمی شکل بگیره یک توافقی حاصل شده باشه که هم بر فضای سیاسی تاثیر بگذاره و هم در کوتاه مدت بتونه منابع مالی را به بسو، سوی ایران سرازیر بکنه البته صحبت او درباره این توافق یک سری صحبت کلی شبیه به سخنان رهبر جمهوری اسلامی بود و تعیین یک سری از خط قرمزها بود بر حال با این تفاوت که آقای خامنه ای میتونه این خط قرمز ها را اعلام بکنه و وقتی اجرا نشد اون را به گردن دولت بندازه اما آقای رئیسی الان در مقام رئیس جمهور هست و نمیتونه یک سری خط قرمز ها را اعلام بکنه بعد وقتی اجرا نشد بگه که به تیم مذاکره کننده اتمین خط قرمز ها را اجرا نکردن برای همین با وجود با وجود نظر مثبت کلی آقای رئیس روی برجام میشه گفت که هیچ چشمندازی درباره جزئیات این توافق احتمالی بیان نکرد بله. درباره عربستان و دیگر موضوعات هم صحبت, صحبت های کلی بود که به از روابط با همه کشورها استقبال میشه و در آخر که درباره کابینه و اقدامات آقای رئیسی در حوزه های سیاست داخلی و اقتصاد چه انتظاری میشه داشت در حوزه اقتصاد هم به حال صحبت های آقای رئیسی صحبت های کلی بود مبنی بر اینکه مشکلات اقتصادی مردم حل خواهد شد یا وضعیت بورس و مشکلات دیگر ولی به حال هنوز هیچ روندی مشخص نیست در دولت او درباره کابینه هم یک صحبت کلی کرد که به حال از همه گرایش ها استفاده میکنه و او فردی مستقل هست ولی با ترکیب اطرافیان او میشه انتظار داشت که یک کابینه شبیه کابینه آقای احمدی نژاد رو داشته باشیم البته نه به این معنا که همه افراد کابینه آقای احمدی نژاد یا افرادی که در اون کابینه حضور داشتن در کابینه آقای رئیسی حضور داشته باشن بلکه افرادی که به نوعی افراد جدیدی هستند و کمتر تجربه اجرایی دارند و متفاوت با دولت‌های گذشته هستند بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید